به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت حضرت پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله علی و سبت گرانقدر ایشان حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام مرجع علی قدر رایتول العزمایشی رازی مدزلو در جمع حیاتهای ازاداری از شهرهای مختلف ایران و طلاب گرامی به سخرانی پرداختند. معظم الله در آغاز از همه شرکت کنندگان در مراسم اربعین حسینی به ویژه از ارائه دهندگان خدمات به اعزاداران و زایران حسینی تشکر و قدردانی کردند. مرجع قدر سپس به دلایل مختلف مسئله قرض در اسلام پرداختند و افزودند قرض گرفتن همان گونه که برای خانه زندگی، درمان و سایر نیازهای حیات بجاست برای اقامه شاعر حسینی نیز شایسته و سزاوار است. ایشان ادامه دادند: البته باید بکوشند دین خود را ادا کنند ولی از منظر اسلام اگر این پول در راه حرام صرف نشده باشد و نتواند ادا کند چیزی بر عهدهی قرض گیرنده نخواهد بود. اگرچه متأسفانه در چند کشور اسلامی نه تنها این قاعده مسلم وجود ندارد بلکه بدهکاری که توان پرداخت ندارد را زندانی می کنند مرجعیت شیعه افزودند کسانی که در اجرای شاعر حسینی کار شکنی کردند به خصوص کسانی که زوار امام حسین علیه السلام را به هر صورت اذیت کردند باید به درگاه خدای متعال توبه و از محضر امام حسین علیه السلام نیز عذر خواهی کنند البته اینها حق و ناس است و به فرمایش معصوم تا شخص نگذرد خدای متعال از گناه آنان نمیگذرد معظم الله در ادامه با اشاره به برخی اتفاقات پس از شهادت رسول خدا گفتند حضرت زهرا سلام الله علیها اندکی پس از شهادت پدر بزرگوارشان سخنرانی کوتاه اما پرفایده ای را ایراد کردند که تحولی بزرگ در باور و نگرش مسلمانان آن روزگار به وجود آورد و اگر نبود این سخنان چه بسا بسیاری از حقایق همچنان مسکوت و خاموش می ماند. ایشان افزودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دو گنج گرانبها در میان ما به جای گذاشتند کتاب الله و اطرتی جای شگفتی گفتیز که برخی پس از ایشان مدعی شدند حسبنا کتاب الله یعنی کتاب خدا ما را بس است جای تعجب است که اینان از فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی یکی را برگزیدند و دیگری را وا نهادند معظم الله سپس با اشاره به مشکلات کشورهای اسلامی گفتند متاسفانه پس از انقلابهای 60 سال گذشته در برخی کشورهای اسلامی فقر و جنگ مشکلات و اعدامهای غیر مشروع دامن کشورهای اسلامی را فرا گرفته و این نشان دهنده ی عدم وجود فرهنگ غنی آزادی اسلامی در این کشورهاست. ایشان افزودند در منطق اسلام حکومت یعنی اداره و دیگر همه چیز به دست مردم است. رئیس حکومت فقط ناظر است بر اینکه کسی از حدود خود تجاوز نکند و حقوق دیگران را پایمال نکند. چیزی که در حکومت گسترده امیر مومنان صلوات الله علیه به خوبی اتفاق افتاد معظم الله با شرح مسائل تاریخی افزودند آزادی در مالیات را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و امیر مومنان علی علیه السلام به خوبی در حکومت خود نشان دادند و در حکومت ایشان حتی کسی که از حقوق شریعی همچون خمس و زکات سرپیچی می کرد یا اظهاری خلاف واقع بیان می نمود هرگز مجبور به پرداخت خمس و زکات و یا جریمه نمیشد. ایشان ادامه دادند امروزه آزادی تا اندازه‌ای در کشورهای اسلامی فراهم آمده و در این فرصت ارزشمند باید به فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه که تمام مردم جامعه را خطاب قرار می دهد جامعه عمل بوشاند و با تأسیس شبکه های ماهواری و روزنامه ها حقایق اسلام اهل بیت علیهم السلام را به جهانیان رسانید معظم الله با اشاره به اینکه سه ملاک اسلام یعنی قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و اهل بیت علیهم السلام خط قرمزه استامند و نمیتوان از این سه گذشت افزودند متاسفانه اندکی پس از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله علی خلفای غاصب کسانی را برای دریافت زکات به سوی قبایل و روستاهای اطراف گسیل کردند اما عمده آنها پاسخ دادند که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی امیر مؤمنان علی علیه السلام را به سوی ما میفرستاد و رفتار شما مقایر اخلاق والای ایشان است اما افسوس که آن فرستاده ها اعتنایی نکردند و اموال مردم را به زور از آنان گرفتند و در این میان مرتکب جنایاتی بسیار شدند مرجعیت شیعه ادامه دادند از آنجا که دنیای امروز استام واقعی را نمیشناسد مسئولیت ماست که به جهانیان حقایق را برسانیم مرجع علی در پایان سخنانش با اشاره به این موضوع که پیاده روی اربعین آنطور که باید در دنیا اجرا نشده است برپایی مراسم پیاده روی اربعین حسینی در همه کشورهای اسلامی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانستند